اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. صدای رهایی به جان و جهانم نشسته، صدای رهایی پر از لحظه های خوش آشنایی. به لحن بلوچی مرا هر دم آواز دادی، به کردی به نام وطن شوق پرواز دادی. سحر بر بلندای تبریز ستارخان راه می جوست، سوی پایتختش به یاران آزاده می گفت الا ترکمن ما روانیم. بگو یار آزاده بختیاری به اندیشه سرفرازی به بام جهانی. بگو گبه ها سرخ باشد ز خون جوانان قشقایی سرفراز. جنوبم شمالم ز بوشهر تا اصفهانم، ز خرم زمین به خون جوانان نبشته که اهواز و مسجد سلیمان ایران سرشت. به آوای وحدت به ایلام و کرمانشاهان پرکشیده، صراحی به دستش مهابادی من سرودی به آزادی شهر میخوان و مخصای گل را به بام جهان چون گل لاله میکاش. علیرضا نوریزاده، پنجشنبه 19 ماه ژانویه 29 دی ماه، به شما سلام. برنامه امروز که مشخصه، میدان دکتر محسن سازگارم و کلی حرفایی که هم شماها برام نوشتید و هم خودم دارم در این رابطه با اینکه جنبش به کجا داره میره. هارت و هورت اینا خیلی زیاد شده، خیلی. از اون بر تروریست خواندن سپاه که در استراسبورگ اون جمع عظیم ایرانیان درود بهشون از چهار سوی اروپا اومدن، اروپایی را به تأمل واداشته. از یه طرف میترسن، سپاه از این هارت و هورت ها میکنه، در خلیج فارس جوابشون رو میدید. حالا باید ببینیم به کجا خواهد رسید. درود بر دکتر محسن سازگارای عزیز. از سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای دکتر نوریزاده، خدمت همه بینندگان عزیز. من هر بار که اشعار اول برنامه شما یه سیری در ایران داره، گویی سوار قالیچه جادویی آدم میشه و از بالا با اون تعابیر شاعرانه ایران رو دور میزنه، آدم واقعا غرق سرور میشه. جدی میگم، یعنی نمیدونم آدم کجای ایران رو دوست داره، ولی دوست داره دیگه. وطنه و هیچ چیزی جای وطن آدم رو نمیگیره. و دکتر سازگارا، ما مفهوم این وطن رو در غربت خیلی بهتر حس کردیم و شناختیم. یعنی واقعا در این سالهای دوری و تبعید ناخواسته واقعا حس کردیم وطن یعنی چی. خدا شایده من اصلا مثلا نمی رفتم توی بقالی شرقی و عربی و ایرانی بگردم که حتما خیارشور ایران پیدا کنم. الان کارو میکنم، یعنی برام یه وظیفه شده. حالا از همین چیز ساده تا مفاهیم بزرگتر، تا کتاب ها، تا تأمل روی زندگی.
شاید به قول شما مثل ماهی که در آبه نمیدونه که در آب، این تعبیر مولوی قدر آب چیه. هموطنهای ما که داخل دریای مواج ایران هستن شاید این آب رو کمتر حس کنن تا کسایی که میفتن بیرون تو خشکی و برهوت غربت و میفهمن که چقدر اون آب شیرین و گواراست و چه لذت بخش شنا در دریای وطن. بریم با دکتر سازگارای عزیز، بریم یه دربندی و توچاری رو بریم اونجا تو یکی از این پناهگاه‌ها، یادش بخیر، بشینیم اونجا یه آبگوشتی با هم بزنیم و به پایتختمون بنگریم. عزیزم بگذارید از همین اول این رو شروع کنم. آیا شما که هر لحظه و هر روز قضیه رو دنبال میکنی، خللی در جنبش میبینی؟ سرماست، گاز و بنزین نبودن، ترس بگیر و ببندهای شدید، اعدام، کشتار، چه ارزیابی داری درباره این که کمتر الان خبرهای تجمعات به ما میرسه و این که اعتصابات رو داری؟ والا من آقای دکتر از قول بچه‌های فعال در ایران عرض میکنم، در واقع بچه هایی که استراتژیستن و در سطوح مختلف، در محلات، در دانشگاه ها، در جامعه پزشکی، در بین معلمین، روزنامه نگاران یا ادارات، کمیته هایی که درست کردن، استراتژی میگذارن و کار میکنن. اونها معتقدند که اعتراضات 4 ماه ادامه پیدا کرد و ضرباتی رو که باید به رژیم میزد واقعا زد در سطح داخلی و در سطح بین المللی. نه اینکه بخوان اعتراضات رو تعطیل کنن اصلا، منتها از اونجا که این حیوان وحشی سرکوب خامنه‌ای اینطور به جان مردم افتاده، عاقلانه معتقدند که یک کمی تغییر تاکتیک باید بدن و پاشونو در وادیایی بگذارن که خطر کمتری داشته باشه. چون هر یه دونه از بچه‌هایی که دستگیر میشه و زیر شکنجه قرار میدن، یه گوهری است که به هر حال نبودش در جنبش مشکل ایجاد میکنه. این است که اعتراضات رو اندکی تغییر شکل دادن، مثل شعار دادن از روی بام یا کارهایی که تک نفره، دو نفره، 5 نفره قابل انجام ببخشید و این کار رو به این شکل زنده میخوان نگه دارن و این سری کارهای دیگه ای که حالا تاکتیکایی که ابتکار خود فعالین هستش. به خصوص این که دقیقا 2 تا نکته رو شما دست گذاشتید، از قبل میدونستن. یکی تعطیلی دانشگاه هاست به دلیل درگیری در امتحانات و غیره، همینطور مدارس، یکی هم سرمای زمستان و آلودگی هوا و اینا که به طور طبیعی توی خیابون اومدن رو کم میکنه. بنابراین اینجا در واقع تغییر تاکتیک اعتراضی دادن. اما قویاً معتقدن فعالین که این مرحله، یعنی انقلابی که با شعار زن، زندگی، آزادی حرکت کرده، شروع شده و ادامه داده، الان قسمت زندگیش رو باید تقویت کنن. شعارهای اون زمینه رو در کنار شعارهای دفاع از حقوق زنان و حقوق رفع تبعیض در واقع عمده کنن، شعارهایی که با معیشت سر کار داره، با دستمزد سر کار داره، با دزدی‌های حکومت سر کار داره، با گرفتن اموال خامنه‌ای و تقسیمش بین مردم سر کار داره، حداقل دستمزدی که لااقل برای یک زندگی شرافتمندانه به جای 7 میلیون و 6 میلیون و این مسخره بازی‌هایی که میگن بعد بر اساس دلاری که دائما تغییر می‌کنه مثلا $500 ملاک بشه، نرخ پول هر سقوطی هم کرد معادل
500 دلار بشه حداقل دستمزد، روی این مباحث دارن کار میکنن برای اینکه در واقع جنبش وارد فاز بعدی بشه، که اینجا تاکتیکای فلج سازی حکومت شدت بگیره، از قبیل همین اتفاقی که الان در ادارات افتاده، اعتصاب ایتالیایی در واقع، کارشکنی، اعتصاب به سبک در واقع سفید هم میگن، استفاده از ظرفیت های قانونی موجود تا برسوننش به مراحل به اصطلاح عیان آشکار. من دو تا گزارش دیدم، بچه هایی که این کارها رو در ادارات دارن میکنن فوق العاده موفق بودن. یه گزارش برای سازمان بازرسی کل کشور بود که به رئیسی داده، یک گزارش هم مال وزارت اطلاعات که به خامنه‌ای داده. حجم رکود و کمکاری و کار نکردن و چرخ رو لنگ کردن در ادارات کشور هر دو گزارش میگه بی سابقه است. در واقع کار رو به یه معنی خوندن در همه جا، حالا شاید با 10% 20% راندمان، انقدری که گریبانشون رو نگیرن کاری انجام بدن. در همین حال آقای دکتر نوری‌زاده، یعنی ستون دوم مقاومت مدنی، فلج کردن حکومت که شامل اعتصاب، کمکاری، خوابوندن کاراست، همینطور نپرداختن قبض گاز، الان گازی که این گونه مشکل برای همه مردم درست کرده، قبض آب، قبض برق، نپرداختن مالیات و غیره، اینا چیزایی است که الان دارن روش کار میکنن که به تدریج در دستور قرار بگیره. این بخش دوم احتیاج به هماهنگی بیشتری داره بین بخش‌های مختلف جامعه، یعنی غیر از جوانانی که در محلات شهرهای کشور هم اعتراضات رو به پیش بردن و میبرن و خیلی هاشون هم در دانشگاه یا در واحدهای دیگه کار هم میکنن، غیر از اونها بحث در واقع هماهنگی با بخشای جامعه مثل معلما، کارگرا، پزشکا، روزنامه نگاران، بخشای مختلف جامعه، حقوقدانا، اقتصاددانا، غیره غیره، در جریانه که پزشکان بله، که یک نوع در واقع انسجامی احتیاج داره. این ستون یه مقداری در شرف انجام دکتر داره انجام میشه این کار، برای هم بستگی کاملا در شرف انجام، و در واقع این همبستگی که اتحادی که باید بیش از بخش اعتراضات هارمونایز بشه با هم و بتونه انجام بشه و دعوت بکنه. اینم نکته دومی است که در واقع جنبش الان در واقع وارد یه فاز دیگه ای داره میشه. و نکته سوم آقای دکتر نوری‌زاده، این مسئله حکومت و ریزش از حکومت و مشکلات درون حکومت، مشکلاتی که در اداراتش که حالا عمدن هم ایجاد کردن کارمندان مبارز، ولی مشکل در بخشای کارگری، بخشای فرهنگی، بخشای اداری، شما به داستان جشنواره فجر نگاه کن به چه مصیبت و گدایی حکومت افتاده، و ماشین سرکوب حکومت. ماشین سرکوب حکومت هم تو این مرحله مشغول کلنجار هستن. من میدونم گروه هایی با سپاه، با نیروی انتظامی، با بسیج، با اطلاعات سپاه، چون اینا همینجوری بسیار مسئله دارن، یعنی هرچی خبر میرسه، جلساتی که با خامنه ای گذاشتن، جلساتی که بین خودشون میگذارن در استانها، دعواهایی که با دفتر مرکز مجتبی پیدا شده، در دعواهایی که با امام جمعه ها پیدا شده، غیره و غیره، این هم ستون دیگه است که داره روش کار میشه و تدارکات لازم داره ریخته میشه. بنابراین به طور خلاصه بگم، در واقع جنبش فاز اعتراضیش رو
یه مقداری تغییر تاکتیک داده متناسب با زمان، عرض کردم تعطیلی دانشگاه و مدارس، سرمای هوا و وحشی بودن حکومت برای اینکه آسیب کمتر بشه، تاکتیکای دیگه ای رو داره اجرا میکنه، ولی تدارک و آمادگی برای دو بخش دیگه، یعنی فلج کردن حکومت و ریزش بخشای مختلف حکومت به خصوص ماشین سرکوبش هم به موازات در جریانه. من فکر کنم این مرحله نمیتونم بگم کی کارا به اونجایی برسه که در واقع تدارکات بیاد بیرون همه ببینم، ولی تا اونجایی که من میدونم در یکی دو هفته آینده احتمالاً این فاز شروع میشه و اعلام میشه که دکتر سازگارا ما به زودی دهه زجر رو داریم، دهه فجر. طبیعتاً اشاره کردی به فستیوال و به بقیه قضایا، ولی گمان من اینه که حتما رژیم یه تدارکی برای برپایی راهپیمایی کرده، چون تا الان نتونسته. این خیلی برای من جالب بود، دقیقا دنبال میکردم که رژیم نتونست مردم بکشه به خیابون. هر کاری هم کردن، پول دادن، رشوه دادن، ساندیس خورام نیومدن، نهار دادن، ماشین گذاشتن، بله نیومدن، ساندیس خورام نیومدن. حالا آیا شما فکر میکنید رژیم در صدد اون داستان چندم دی بود، نه دی بود، کی بود، اون داستان رو بخواد تکرار کنه و بگه اون روز ختم ماجرا؟ بنابراین من تصور میکنم حتما بچه های باهوش ایران، دانشگاه ها و جاهای دیگه در این اندیشه هستن که اون روزها باید یک واکنش تقریبا مساوی در این مسئله باشه. آیا در این زمینه شما اطلاعاتی دارید؟ من دقیق اطلاع ندارم آقای دکتر، ولی میدونم تدارکاتی برای سالگرد انقلاب اسلامی هست، حالا یا اعتراضی یا اعتصابی یا مخلوط اینها و غیره دارن کار میکنن. نمیدونم ریزش رو. میدونید بچه هایی که فعالیت میکنن طبیعی است که ده ها عامل رو باید در نظر بگیرن تا دارن یه کاری رو بکنن، یه کمپینی رو در واقع به پیش بردن برنامه ریزی احتیاج داره، ولی میدونم که قطعا خواهند کرد. بعدم حکومت کاملا درست میفرمایید، قطعا حکومت میره سراغ این که بلکه یه جمعیتی با حقوق بازی هم شده، مثل کاری که رئیسی رفت یزد، فیلم زمان روحانی رو نشون دادن و پخش کردن، با حقوق بازی بلکه بتونه بگه که مثلا چه میدونم 50,000 نفرم اگر بیاره تو خیابون، اون میکنش میلیون ها نفر. بله. با فیلم های دیگه هم قاطیش میکنه و مثلا شات های بسته میگیره و میگه جمعیت اومدن. خیلی خیلی احتیاج داره به این حکومت. همجور هم که گفتین از شروع انقلاب زن زندگی آزادی متجاوز از 4-5 ماه سعی کرد این کارو بکنه. سالگرد قاسم سلیمانی دیگه خیلی آبروریزی شد. برعکسش بچه های ما اینور هرچی بنر بود دوستش آتیش دادن، هرچی مجسمه بود قرمز کردن، هرچی نگهبان گذاشته بودن بالا سر همه مجسمه ها و نشون دادن که تو دام، یعنی تبلیغات رژیم دیگه هناش رنگی نداره. قطعا تلاش خواهد کرد حکومت بلکه یه راه پیمه بوده، ولی قطعا چیز بیرمقی خواهد شد، ولو اینکه همه چه میدونم نیروهای مسلح رو هم اصلا دستور اکید بده با لباس شخصی برداری بیاره که نمیانم، خودشون هم میدونن از این دستورا بدن گوش نمیکنن. بنابراین بله درست میگید، اونا یه همچین کاری میکنن، ولی تدارکات این طرف، من حالا تا جلسه آینده اگر اطلاعات بیشتری بود خدمتتون اعلام خواهم کرد. بله. ولی میدونم تدارکاتی داره میشه و همطور هم که مطلع هستید، خب اعتصابات، حالا کارخانجات سیمان که خودش همجوری خابیده، شهرهای صنعتی خابیده، فعلا
به دلیل گاز خودش اعتصاب شده به هم بکرد، همه چیش خوابیده زمین. بخش های نفت هم که مطلع هستید که خب کارکنان رسمی بر سر اون ماده 10 دعوت کردن، فراخوان دادن و کم و بیش هم در تقریبا تمام قسمت های بهره برداری نفت و اونجایی که واقعا اصل سوخت کشور هست و اینا به اعتصاب پیوستن. ولی این ماجرا هم نکته دیگه ایست که احتمالاً تدارکاتی که دارم میکنم ممکن است که حالا اگر کمپینا به نتیجه برسه من قطعا نتیجه خدمتتون اعلام خواهم کرد. ممنون میشم. دکتر یه نگرانی آدم داره که اگر یه خورده این تغییر تاکتیک در داخل به هزار دلیل هست، تأثیرش در خارج منفی باشه، چون به هر حال رژیم هم کمپینش رو داره، تهدید و تحبیب و وزیر خارجه بلژیک با آقای امیر عبداللهیان حرف میزنه. یه پرانتزم باز کنم دکتر، خیلی من ناراحت شدم وقتی که دوست بسیار خوبم آقای امین که سایت جنوبیه رو در لبنان داره، خیلی هم شیعه پرطرفداریست، فاش کرده بود که امیر عبداللهیان با 11 چمدون دلار اومد برای حسن نصرالله و همینطور یه تعدادی برای زیاد نخاله جهاد اسلامی و اون گروه های دیگه که تو سوریه دیدارش میکرد. بعد وعده فروش نفت ارزان به سوریه، تو لبنان هم که بعض رو بخشش ما نفت میدیم و لبنان اصلا جدی نگرفتش. خیلی جالبه، لبنانی که گرفتار سوخته محل نزد. بنابراین شما این حرکت استراسبورگ رو تا چه حد موفق میدونید و امیدوارید که سپاه بره در فهرست تروریست؟ ببینید از سمت ایرانیان مقیم خارج که واقعا دست مریضان، یعنی دست همهشون رو به گرمی باید فشرد و بلکه بوسید برای زحمتی که کشیدن و از سراسر نه اروپا، حتی مواردی از ژاپن و کره جنوبی ایرانی خودشون رسوندن به استراسبورگ و از کالیفرنیای آمریکا، یعنی دورترین نقاط هم آمدن و با ماشین شخصی، اتوبوس، قطار، هر جوری بود، به روایتی 12,000 نفر پلیس استراسبورگ گفت، ولی تا 22,000 نفر هم برآورد کردن، تجمع کردن و نشون دادن که خواستار اینن که اتحادیه اروپا سپاه رو به عنوان یک سازمان تروریستی بشناسه. البته میدونید این در امریکا اتفاق افتاده و یه قانون موسوم به کاتسا مصوب سال 2017 یه بندی هم داره که حتی دست رئیس جمهورهای بعدی رو هم میبنده که با یک فرمان اجرایی نتونن سپاه را از سازمان تروریستی بیرون بیارن، بعد برن کنگره رو توجیه کنن. ولی در اروپا چون مبادلات بیشتره با ایران، رفت آمد بیشتره، خب اهمیت بیشتری هم داره این اتفاق بیفته. بعد از استراسبورگ که گویا چهارشنبه بعد از بحثا و اینها تصویب بشه، میره به شورای وزرای خارجه اتحادیه اروپا، اونجا میتواند تصمیم بگیره. اشکال اتحادیه اروپا آقای دکتر نورزاده این است که هر 27 عضو باید رأی بدن، یعنی بله. یکیشون رأی نده تصویب نمیشه. لوکزامبورگ اون دفعه یادم نیست سر یه چیزی بود، یه کشور کوچیکی مثل لوکزامبورگ رأی نداد و تصویب نشد. این است که از اون شورای وزرای خارجه که بعد از استراسبورگ تشکیل خواهد شد چه چیزی بیرون بیاد، این یه خورده پیشبینیش سخته. انگلیس البته چون از اتحادیه رفته بیرون جداگانه داره کار میکنه، خب دیدید پارلمانش تصویبم کرد و اتفاقا با اتفاق آرا فکر میکنم همه دو طرف راه رو در انگلیس رأی دادن سپاه بره در به دولت توصیه کردن در لیست سازمان تروریستی قرار بده و انگلیس سفیرش رو هم فرا خونده مشورت بکنه احتمالا. ولی بقیه اروپا که در اتحادیه اروپا هستن
بعد منتظر اجلاس وزرای خارجه بشیم. من جداگانم آقای دکتر نوری‌زاده مطلع هستم که تعدادی از کشورها بچه‌های فعال ایرانی غیر از راهپیمایی و تجمع در استراسبورگ با وزارت خارجه ها با مسئولین دولتی مشغول صحبت هستند در کشورهای مختلف و اونها رو توجیه کنن، توصیف کنن که چرا لازمه سپاه در به عنوان سازمان تروریستی شناخته بشه. این رو حالا در واقع لابی دارن میکنن به طرق مختلف، ولی واقعا نتیجهش باید صبر کنیم تا اجلاس وزرای خارجه. من یه مقداری دلنگرانم به دلیل بعضی کشورها باشه. من همینطور و این حالا دافوس هم برگزار میشه، باید ببینیم جمهوری اسلامی چه وعده های اونجا پس پرده میده. دکتر یه درنگ کوتاهی میکنیم برمیگردیم در خدمت. بسیار با درود دوباره خدمت شما عزیزان. برگردیم سوالهای ناگفته رو با مهمان و دوست نازنینم در جریان بگذاریم. خب دکتر سازگاره، یه سوال دیگه که به نظرم خیلی ها دل مشغول این سوال هم بودن، شما اشاره کردی در اونجا که این بعضی از اروپایی ها، مثلا من واقعا نگران موضع‌گیری یونانم یا پرتغال یا بعضی از این کشورهایی که اتریش حالا یه مقدار دور شد از اون مواضع پیشینش، ولی از این کشورهای اروپای شرقی یه خود آدم نگرانه، چون اینا ارتباطات اقتصادی وسیع باز کرد، ولی همه چشمشون به آمریکاست. در درجه اول مسئله واشنگتن مطرحه. آیا واشنگتن آنقدر دل مشغول اوکراینه که به هر از گاه آقای بلینکن یا دیگران بیان و اظهار نظری بکنن بسنده میکنه، یا واقعا شما در واشنگتن در پس پرده اراده ای رو میبینید که با ملت ایران باشه و مصالح دراز مدت آمریکا رو در نظر داشته باشه؟ به هر حال این رژیم پایدار نخواهد بود. شما چه حسی در واشنگتن دارید؟ ببینید، اولا مسئله اوکراین که خب انصافا این آقای بایدن شاید روی علاقه شخصیش هم، روی حس شخصیش هم و موضع تندی که با پوتین از قبل از رئیس جمهوریش داشت خیلی سفت پشت اوکراین ایستادن. امریکا تمام توان گذاشته پشت اوکراین و پشتیبانی برای اینکه روسیه رو بیرون کنه، و چون جمهوری اسلامی همدست پوتین شده، خامنه‌ای پهپاد داده، حالا مثل که پهپادهاشون هم ته کشیده چون گفتن پوتین با رئیسی صحبت کرده که چرا دیگه پهپاد نمیدید، و یه دلیلش هم این است که راه قاچاق قطعاتی که اینها از بمباردیه کانادا یا از خود امریکا و جای دیگه میخریدن و تو این فاصله پیدا کردن و بستن راه قاچاق این قطعات رو و بعدم نفر فرستاده اصلا و یا موشک داده، حالا بعضی میگن داده شلیک نشده، بعضی میگن داده و روسیه به اسم دیگه شلیک میکنه، هرچی هست جمهوری اسلامی در واقع در جنگ اوکراین درگیر شده. بنابراین به دلیل دخالت خامنه‌ای و جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین، کاخ سفید که همش الان پشتیبانی از اوکراینه، به طور طبیعی جمهوری اسلامی هم درگیر شده و بارها هم عنوان شده. این از این زاویه. اما اخص راجع به خود ایران، مبارزه جانانه مردم ایران با رژیم جمهوری اسلامی، این مبارزه رو در امریکا دستگاه‌های کارشناسی از نزدیک خوب دارن دنبال میکنن و گزارش همه‌شون هم این است که این مهمترین چالش پیش روی جمهوری اسلامی،
و میفهمنم که حالا رسیده به یک جایی که دیگه یه ملت روبروی خامنه ای و یک عده تبهکار در اون بالا ایستاده. ولی اینی که دستورالعمل کاخ سفید، چون امریکای روالی داره که اصطلاح پالیسی و اون سیاست نهایی کاخ سفید ابلاغ میکنه و تمام دستگاه‌ها بر اساس اون کار میکنن، اینی که دستورالعمل کاخ سفید چنج آف رژیم در ایران باشه، نه چنین دستورالعملی رو نداده. البته خیلی بله خیلی هم نادره همچین دستورالعملی رو کاخ سفید راجع به کشوری صادر کرده باشه. تمام این 42 سال هیچ وقت همچین دستورالعملی از کاخ سفید به جز سال 79 آره به جز سال 79 هم نه 79 هم تغییر رژیم شاه اصلا در دستور کاخ سفید نبود و تا آخرین لحظه هم سعی می‌کردن که اگرم شاه میخواد بره بلکه جبهه ملی بیاد سر کار، دولت بختیار بیاد سر کار و کمک نکردم به بختیار. کمک حالا تو اون 37 روز ارتش در واقع بختیار آخه خوب چیز دیگه ای هم نداشت. چجور حالا من نمیدونم چجور کمکی میتونست امریکا اون موقع نه حداقل حوزه در... که اومد ایران نمیذاشت. یعنی وقتی ارتش میاد به اون صورت، ارتش باید پشت دولت قانونی میستاد. حالا ما بحث انقلاب رو نداریم، میگفت کشتار نمی کنم، آدم نمی کشم. فرمانده کلش وقتی رفته ارتش به قول خود محمد رضا شاه گفته بود یعنی کماند، یعنی سلسله مراتب و فرمانده، و فرمانده کلش رفته، طبیعتا در یه فاصله کوتاه 37 روزه ارتش نمیتونست به بختیاری که تا دیروز جزو مخالفین شاه بوده اعتماد کنه و یا دست به کودتا بزنه، با اسلحه بیاد به جون مردم بیفته. اساسا ارتش همچین کاری رو نمیکرد، نکرده بود قبلش هم. ضمن اینکه هایزر در اون خاطراتش مینویسه میگه چون بعضی از ژنرال ها میگفتن ما کودتا کنیم، من بهشون گفتم تو عباس آباد که فرمانده نظامی تهران بود خیلی خوب بشینید یه طرح کودتا بنویسید. و اون 10 روزی که ایران بود، من خاطرات هایزر خوندم، میگه من تقریبا هر روز به اینا سر زدم، این شورایی که ژنرال های ارشد ارتش بودن، و پرسیدم خب چی شد، و میگه از روز سوم چهارم فهمیدم که اصلا اینا آمادگی این که بخوان یه کودتا طراحی کنن بله، و واحدای زیر امرشون همچین آمادگی ندارن، پادگان میپاشید از هم اگر دست به چنین ماجراجویی میزن. ارتشی که خب دست نخورده در راه حفظ کشور، اگر ارتش نبود صدام تا تهران اومده بود، یعنی وقتی حمله کرد به ایران، یا گروه های مختلفی که بعضا سودای تجزیه هم داشتن. در صورت ضامن یکپارچگی ملی و وحدت سرزمینی ما بوده ارتش و هست. میخوام بگم برگردیم حالا به اینجا، نه دستورالعمل کاخ سفید اگر بگیم پالیسی که ابلاغ کرده باشه به دستگاه‌ها که چنج آف رژیم ایران، چون میدونی اگر اونو بکنه اون وقت وزارت دفاع، CIA، نمیدونم شورای امنیت ملی، وزارت خارجه، همه اینا باید راهکار در بیارن بفرستن. نه این کار تقریبا در مورد کشوری هیچ کشوری شاید حالا من تا اونجا که میدونم نکردن هست. ولی اینی که امریکا از خداشه که رژیم ایران رو مردم به زیر بکشن، یک رژیم میانه رو و یک رژیم همراه با دنیا، یک رژیم رو به دنیای مدرن، دموکراسی، سکولار و قائل به حقوق بشر در ایران بر سر کار بیاد با اراده و خرد جمعی ملت ایران. به قول استیو هتلی مشاور امنیت ملی آقای بوش که باهاش رفیقم من یه بار صحبت میکردیم، میگفت میدونی محسن اگر این اتفاق در ایران بیفته نه فقط کل منطقه و دنیای اسلام تغییرات بزرگی میکنه، بلکه کل دنیا تغییر میکنه. و اینو غربی ها خوب میفهمن، امریکا هم خوب میفهمه. اینیست که خیلی نزدیک دنبال میکنن، پشت مردم ایران
هستند. ولی اینو هم من حالا به عنوان یه فعال اینجا بگم، نه یه آنالیست، اون حرکتی که در دولت آقای بایدن باید باشه نیست، دولت شلوولی از این جهت ها. مثال میزنم، استارلینک رو خب تصویب کردن مشمول تحریم نیست و میشه بخری بفرستی ایران. دیگه شرکت آقای ایلان ماسک هم مشکلی نداره. آقای ایلان ماسک، حالا من نمیدونم واقعا خط تولیدش چند تا تولید میکنه، چقدر تعهد داره، چقدر کار میکنه، ولی همجور که 20,000 تا فوراً تحویل داد به اوکراین فرستادن، اگر دولت امریکا یه سفارشی بکنه، یه دخالتی بکنه، بلکه بتونیم که شده 1,000 تا دونم برسونیم به ایران دست بچه‌های فعال. اگرچه گفتن که 800 تا دونه در ایران پیشا پیش فعاله، البته من دقیق نمیدونم چون دیدم شرکت استارلینک، او بهتر از همه میدونه چند تا فعال شده، گفته بودن 100 تا فعال شده از طریق قاچاقچی ها وارد ایران شده، ولی چه جوری ایناشو واقعا نمیدونم. مرادم این که دولت آقای بایدن از نظر من خب خوب پشتیبانی میکنه، مطلب میگه، مذاکرات اتمی رو تعطیل کرد، ولی اون جوری که تحرک داشته باشه و فعال باشه در زمینهای مختلف یه خود شله، بیشتر از یه خودم شله در این زمینه. رئیس جمهور چین رفت عربستان، اون حرفا رو زد و بعدم معاون نخست وزیر، حالا خود نخست وزیر پاش رو هواست، فرستادن ایران و کنسولگری زدن تو بندر عباس و بعدم اینکه قرارداد 25 ساله به جریان افتاده. نمیدونم حالا رئیس جمهوری کره میره در ابوظبی، اولا نیرو میفرسته برای حمایت ابوظبی، بعد در اونجا میگه مشکل منطقه امنیتی ایرانه، در حالی که کره جنوبی به قول خودش که گفته بود تو 60-70 سال گذشته روابط نزدیکی با ایران داشته، منهای حکومت‌ها، روابط اقتصادی و الان هم روابط بسیار گسترده اقتصادی داره، خیلی هم ازش طلبکاریم بابت نفت. آیا این تغییر روش‌ها رو شما علائمی نمی‌دونیم برای اینکه یه حسی داره ایجاد میشه که این رژیم پایدار نیست؟ حتما. ببینید حالا پایدار باشه یا نباشه، یه کشوری مثل کره جنوبی اولویت سیاست خارجیش اقتصادشه، یعنی اکثر کشورها اینجوری هن. یعنی تمام دستگاه دیپلماسی سیاست خارجیشون در خدمت منافع اقتصادیشونه، در درجه اول در خدمت تجارشونه، کارخونه دارشونه، چجوری حد اکثر باشه. کره جنوبی به خصوص از این حیث کشور نمونه ای هم هست. با ایران هیچ کی معامله معاشرت نمی کنه، یعنی گفت یلا بود نرسید دولاش کرد، خودش همین جوری یک کشور در حال تحریم و گرفتاری و تروریست بازی و منطقه رو با آشوب کشیدن، حالا که تو بغل روسیه هم رفته، همدست پوتین هم شده، که اونم خودش یک کشتی شکسته است، بنابراین شما دو تا کشتی شکسته رو به هم ببندی با هم میره زیر آب. لذا هیچ کدوم از این کشورهایی که بخوان تجارت و معامله معاشرت بکنن ترجیح میدن فعلا دست نگهدارن، با ایران کاری نکنن. حتی کشوری مثل چین که در واقع به نوعی بزرگترین شریک تجاری جمهوری اسلامیه، ولی جز چند تا شرکت کوچیک که فرصت گیر آوردن، ببخشید، یه خر مرده گیر آوردن، نلشو بکنن، دیدن ایران اینجوری گرفتاره، نفت ارزون تو ماه دسامبر و نوامبر بخرن، شرکت های کوچیک یواشکی و قاچاقی بردارن ببرن، بقیه شما میبینین پاشون رو پس میکشن، فعلا همه چی رو هولد میذارن اگر قرار باشه کاری بکنن، و برعکسش چون پول و سرمایه و سرمایه گذاری و پروژه و اقتصاد شکوفا در جنوب خلیج فارس هست، همشون میرن اونجا. بعدم باب دل
حکام این کشورها حرف میزنن، تو اینا همشون دل خوشی از ایران ندارن، منتها کشور کوچیکشون جرأت نمیکنن رهبرانشون چیزی بگن، الالا عربستان که خب اون هم تازه با احتیاط برخورد میکنه، ولی این رئیس جمهور چین و کره جنوبی و اینا اون چیزی که اونا دلشون میخواد علیه ایران میگن. و جالب هم هست برای اینکه خب میخواد قرارداد ببندن بارشون رو ببندن برن، ولی جالب هم هست همهشون ببخشید مثل اینکه با دسته کورا طرفن، از اون بر حرفاشون رو میزنن، بعد از این طرف یه مأمور دسته دوم سوم دسته چهارم رو میفرستن ایران، میگن البته ما با ایران دوستی داریم و مثلا رئیس جمهور منظورش این نبوده، همین کورم هم کاری کرد، یا چین بله. مثلا یا آدمی که اصلا از کمیته مرکزی حزب هم کنارش گذاشتن، ما نمیدونم نخست وزیر بوده بعد فرستاد ایران، و بله البته نمیدونم روابط با چین چیزه، و خاک بر سر رئیسی، خاک بر سر امیر عبداللهیان که اون آدمو دیدن و به روی خودشون نیوردن، و از اونا بیشتر شمخانی که و بله اون برش رو نگاه کنید که چین داره جای آمریکا رو در منطقه میگیره مثلا، از این حرفای صدمنی هاست. و البته از این خاک بر سری ها بازم باید گفت به دلیل جام فوتبالی که با اسم جعلی خلیج فارس گذاشتن، خلیج عربی و بله و این اسم جعلی رو با پرروی تموم نخست وزیر عراق برای اینکه دیگه شبهه‌ای نباشه که اعتقاد داره باز تاکید کرد مصاحبه همینه، و دروغ تاریخی هم میگه که اینجا اسم تاریخیش این بوده، خود میگه شما تا 2000 سال 2500 سال بری عقب هم تمام مدارک و اصلا جسمش خلیج فارس. دکتر سازگار مصاحبهشو دیدم، مصاحبهشو با العربی الحدث دیدم، بلا فاصله بعدش یه میزه گرد گذاشتم، خیلی جالب بود. در این میزه گرد یکی از شخصیت‌های بارز عراقی که سابقه هم داره و خیلی آدم برگشت به اونجا، برگشت گفت من که مدرسه میرفتم توی رادیو از عبدالناصر میشیدم من المحیط الاطلسی الی خلیج الفارسی، گفت حالا ما با ایران اختلاف داریم بسیار، ولی حقایق تاریخی رو که نباید زیر پا بگذاریم. اما یه چیزی بهتون بگم خیلی برای من عجیب بود، این آقای فاروق شیخ یک سیاستمدار ایرانی قبلا روزنامه‌نگار بود، رفت تو سیاست و وکیل شد و غیره، این خیلی هم با ایران دوست بود، پدر جد پدر بزرگش آیت الله شیخ معروف در عراق بود که در هم با آقای شیرازی و غیره بودن، و اصولا یه خانواده عبدال خودش آدم سکولار. آقای دکتر این ورداش یک خاطراتی نوشت از پدرش درباره خامنه ای، اصلا من باورم نمی کردم که ممکنه در عراق یه همچی چیزی منتشر بشه درباره اینکه ایشون در جوانی در نجف چی بوده، انحرافات غیره غیره غیره، و خیلی صریح و آشکار هم چاپ کردن هم تو تلویزیون گفتن، و دیگه صدای جمهوری اسلامی تنینی نداره، یعنی واقعا برای که همین آقای شیعه از سودانی نخست وزیر عراق 10 دفعه اینو گفت، و پولی که عربا ریختن توی بصره استادیوم ما ساختیم، پول استادیوم ما دادیم، ذره این رژیم غیرت نداره، واقعا ذره غیرت نداره. شما الان نگاه کنید آقای دکتر، ما با کدوم کشور همسایمون رابطه خوبی داریم؟ با کدوم که احساس کنیم رابطه خوب؟ به هر حال دکتر به پایان خط اومدیم، منم زیادی حرف زدم دفعه ببخشید، دلم هم باشته شد. بله دل هممون به درد میاد وقتی این ذلت حکومت رو میبینیم و دارن راجع به ایران اینطوری موضع میگیرن، ایرانی که سربلند و سرافراز باید باشه در همه دنیا. و بود و بود. ممنونم دکتر سازگارا. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید میشد، همواره برافراشته بود. به اتفاق دوست عزیزم دکتر سازگارا، تحلیلگر حسابی بقول بچه های تا دیدار بعدی در پناه پرورد.